درود میفرستم خدمتتون. حضورتون عرض ادب میکنم. هموطنان عزیز و ارجمند و آگاهم، خاورمیانه، منطقه خاورمیانه، منطقه‌ای که در هر حال کشور ما قلب آن منطقه است. هرچند که ما را آسیای غربی مینامند، ولی ما، کشور ما، قلب منطقه خاورمیانه است. این منطقه سالیان دراز، حالا به زمانهای دور کار نداریم، از بعد از جنگ جهانی دوم در اختیار آمریکا بود. اگرچه مستعمره نبود، چون بعد از جنگ آمریکا برنامه‌های استعماری نداشت که سهل است، می‌کوشید که نقاط استعماری را از پیر دیر استعمار یعنی انگلستان نجات بخشد. اما دو ملت همکار بودند، دوست بودند، رفیق بودند، همراه بودند. هنوز بسیاری می توانند به یاد بیاورند خدمات اصل چهار را در روستاهای ایران برای مبارزه با مالاریا. هنوز می توانند به یاد بیاورند کمک های آمریکا را در جریان نجات آذربایجان و بسیاری مسائل دیگری که اگر بخواهم خدمتتون عرض کنم، اون وقت مثنوی 70 من کاغذ خواهد شد. چه شد که از 35 سال پیش ناگهان دولت مردان آمریکا تصور کردند که میتوان بیشتر از آنچه که از ملت ایران بهره میگیرند بهره ببرند؟ ولو اینکه فرمانده آن زمان مملکت، رهبر آن زمان مملکت، پادشاه آن زمان مملکت کمی زیاد خواهی میکرد به نفع ملتش در مسائل نفتی، اما ناگهان آنها همه چیز را آمریکایی‌ها زیر پا گذاشتند و فراموش کردند سابقه طولانی را. نتیجه این که امروز منطقه خاورمیانه به طور کلی در اختیار آقای پوتین قرار گرفته است. قدم به قدم آمریکا را از خاورمیانه بیرون راندند و قدم به قدم روسیه روابط دوستانه ای را با همه کشورهای منطقه خاورمیانه برقرار کرد. فکر نکنید این را بابت این میگویم که آقای لاواروف وزیر امور خارجه شوروی رفت به ایران و آنجا با آقای ظریف، با آقای روحانی ملاقات کردن، گفتگو کردن، خوشبش کردن، تا جایی که برخلاف روند دیپلماتیک به یکدیگر تعظیم هم کردن، بلکه بابت این است که نگاه میکنید میبینید که عربستان از روسیه اسلحه خریداری میکند. مصر پولی را که از عرب ها به عنوان کمک دریافت میکند دو دستی تقدیم روسیه میکند و از روسیه اسلحه خریداری میکند. این دو نمونه است که خدمتتون عرض میکنم. آقای پوتین دیروز در یک جلسه بسیار شکوهمند که یادآور دوران عرض کنم که بسیار با شکوه و اشرافی تزار بود، حضور پیدا کرد در میان رهبران سیاسی، رهبران اجتماعی، رهبران مذهبی و به گونه حرف زد که آمریکایی‌ها مثبت و منفی را با یک چشم نگاه می‌کنند، اما ما آنگونه نیستیم. ما مسائل منفی را منفی می‌بینیم و مسائل مثبت را مثبت می‌بینیم. و علاوه بر آن وزیر دفاع شوروی می‌گوید ما مدتی بود که مسائل اتمی را کنار گذاشته بودیم، اما الان خط دفاعی اتمی خود را بروز کرده ایم، به قول آمریکایی‌ها آپ تو دیت کرده ایم، یعنی مطابق با زمانه آن را تنظیم کرده ایم و ما آماده ایم که در صورت اتفاقاتی از سرزمین خودمان با اسلحه اتمی دفاع کنیم. اینها برمیگردد به ماجراهای اوکراین و کاری که آمریکا یه روز روزگاری به عنوان انقلاب‌های رنگی در اروپای شرقی کرد و اینک دوباره از سر گرفته است آن ماجراها رو.
در چه زمانی؟ در زمانی که آمریکا هم در مورد سوریه و هم در مورد حکومت اسلامی کنار آمد. آقای دیوید کوهن این را روزنامه معتبر وال استریت جورنال چاپ کرده است. آقای دیوید کوهن وزیر خزانه داری آمریکا که ناظر اصلی بر کل تحریم هایی است که بر ایران تحمیل کرده اند. او میگوید ما در این مذاکرات اتمی امتیازات بزرگ اقتصادی ندادیم. وزیر خزانه داری آمریکا که ناظر است بر همه تحریم ها میگوید در پایان این 6 ماهی که در این گفتگوها تعیین شده است، اوضاع و احوال اقتصادی حکومت اسلامی به مراتب بدتر از امروز است، چرا که ما به گونه ای رفتار کردیم که در طول این 6 ماه حکومت اسلامی یا باید با بانک‌های آمریکایی معامله کند یا با بانک‌های ایرانی که از تحریم خارج می‌شوند و ممکن نیست که در آن واحد با هر دو. من مسائل اقتصادی را نمی‌دانم و بنابراین وارد چنین بحثی نمی‌شوم. نتیجه‌گیری می‌خواهم بکنم که رسماً و علناً می‌گوید ما امتیازات زیادی نداده‌ایم و در پایان 6 ماه وضع حکومت اسلامی وخیمتر از آنچه که امروز هست خواهد شد. وضع امروز حکومت اسلامی چیست؟ عقب نشینی در برابر همه خواستهای آمریکا، عقب نشینی از تمام مواضع خود و یا به قول روزنامه های داخل کشور سرکشیدن جام زهر اتمی. خب 6 ماه دیگر چه خواهد شد؟ مردمی که دل خوش کرده اند که با این قراردادهایی که هیچ کدام از آن خبر ندارند و نمیدانند چه گذشته است وضعیت اقتصادیشان خوب می شود، اقلا نانی سر سفره می برند، اقلا خانواده آنها در حسرت گوشت و مرغ 6 ماه سپری نمی کنند، وضعیتشان بهتر خواهد شد. آیا آنها به این جزئیات واردند؟ آیا در ایران کسی هست که بگوید که نه 6 ماه دیگر وضع ما از این هم بدتر خواهد شد؟ 6 ماه دیگر مسائل متعدد دیگری مطرح می شود. اون وقت وزیر دفاع نمیدونم فرمانده سپاه پاسداران میگوید که ما به محض اینکه آمریکا طبق این قرارداد عمل نکند ما چنین و چنان خواهیم کرد. اتفاقا آمریکا میخواهد طبق همین قرارداد عمل کند، بنابر آنچه که آقای دیوید کوهن وزیر خزانه داری آمریکا میگوید. میگوید 6 ماه دیگر در مخمصه بزرگتری افتاده است حکومت اسلامی. اما اعلام می‌دارند که روابط ما با روسیه گسترش بیشتری پیدا می‌کند، چون دیدگاه‌های سیاسی ما با روسیه همخوانی دارد و آقای لاواروف می‌رود که حکومت اسلامی را راضی کند، قانع کند که در کنفرانس ژنو 2 که مربوط به سوریه می‌شود شرکت کند و طبیعتاً از دیدگاه‌های روسیه طرفداری کند. همان حرفی که آقای پوتین در این کنفرانس اشرافی دیروز اعلام کرد و گفت ملاحظه کردید که سیاست ما بهتر از سیاست تنش خواهی یا ماجراجویانه آمریکاست؟ ملاحظه کردید که ما در سوریه ایستادیم و اوضاع به طرف مطلوب رفت؟ ما در مورد پرونده اتمی دنبال روی مسائل دیپلماتیک شدیم و بالاخره قضیه حل شد؟ این چنین است که میخواهم خدمت شما عزیزانی که آگاهید به مسائل با دقت بیشتری گوش میکنید و یا نگاه میکنید و مطالعه میکنید، تا زمانی که حکومت اسلامی هست نه منطقه روی آرامش میبیند و نه خاصه ملت ایران به رفاه و امنیت و آزادی میرسند.
ملت ایران آزادی خود را فدا کردن، فنا کردن، آزادی اجتماعی که در بزرگترین ابعادش داشتن، مطابق با همین آمریکای جهانخوار، آزادی های اجتماعی ما از هیچ کجای دنیا کمتر نبود. ما اندکی اندکی آزادی های سیاسی نداشتیم، چرا که هنوز زود بود، هنوز تربیت سیاسی نداشتیم، هنوز فکر میکردیم سیاست راهی است که ما را به ثروت میرساند، نه به آبادی مملکتمان، نه به آبادی سرزمینمان. ما فکر میکردیم که اگر وارد سیاست شویم، مخالفت خانی کنیم، ما را به وزارت و وکالت میرساند، ما را به ثروت میرساند و بنابراین دیگر کاری نداریم که بقیه این ملت. آزادی زمینه میخواست که ما مدت طول میکشید تا به آن زمینه آزادی سیاسی برسیم. اما همه نوع آزادی های دیگر را داشتیم، همه نوع امنیت داشتیم، همه را فنا کردیم بابت آزادی سیاسی. اینک نه رفاه اقتصادی داریم، نه رفاه اجتماعی داریم، نه آزادی حتی چهاردیواری اختیاری داریم، نه آزادی حتی لباس پوشیدن خودمان را داریم، هیچ نوع آزادی نداریم، همه چی را فنا کردیم. و تازه معلوم نیست که با این جریاناتی که همینطور پی در پی رخ میدهد، آینده ما چه خواهد بود، به کدامین سمت سو داریم می‌رویم. با این سیاستی که حکومت اسلامی در خوزستان پیش گرفته است، آیا ما تشویق نمی‌کنیم مردم خوزستان را؟ خود حکومت تشویق نمی‌کند که دل ببرند از این حکومت مرکزی و بروند دنبال یک حکومت مستقل؟ آیا با این شرایطی که در کردستان ما شاهد و ناظریم، که کولبران بینوا را به گلوله می‌بندند، خود این حکومت مشغول تشویق کردن کردستان برای نوعی آزادی نظیر آزادی کردستان عراق نیست؟ و در مجموع آیا نباید تصور کنیم که این حکومت دست نشانده همان امدادهای غیبی است که برای صاف کردن این قضایای شوم، یعنی تکه پاره کردن ایران، بر مسند حکومت نشسته است؟ شما آگاهان که دقت میکنید به حرفا، دقت میکنید به مطالب، در این باره اندیشه کنید و مراقب باشید و مردمی را که به خواب رفتند و گرفتار آب و نان و کرایه خانه و خرج روزمره روزانشان هستند، بیدار کنید که خطراتی به مراتب بزرگتر ما را تهدید میکند. قبل از اون که همه فرصت ها از دست برود، اندیشه‌ای برای سرنگونی این حکومت جهل و خون اسلامی داشته باشیم. تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید و به این برنامه توجه فرمودید. تا بامداد فردا همه شما عزیزان را به ایزد مهر میسپارم. بدرود.